هندوها در کشور هندوستان از دیرباز هموار دشمنی شدیدی با مسلمانان داشته و به هر بحانه ای تلاش کردند پیروان دین اسلام را مورد ظلم و آزار و اذیت قرار دهند در جدیدترین اقدام این هندوها علیه مسلمانان تعدادی از مساجد اسلامی مورد حمله قرار گرفته و قرآن موجود در این مساجد به آتش کشیده شدند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. فعالان شبکه های اجتماعی در کشور هندوستان از آتش زدن قرآن و تخریب چندین مسجد توسط هندوهای افراطی در این کشور خبر دادند. این فعالان شبکه های اجتماعی ضمن انتشار تصاویر و کلیپ بر لزوم آغاز تحرک و اقدام برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامهایی تاکید کردند و استمرار آن را باعث ایجاد درگیری و جنگ میان مسلمانان و هندوها در هند دانستن علاوه بر این تصاویر تعدادی کلیپ نیز منتشر شد که نشان دهنده شکنجه مسلمانان هند توسط هندوها به خصوص در کشمیر بوده است. از سوی دیگر دو روز پیش محبوب مفتی رئیس حزب دموکراتیک خلق در کشمیر گفته بود جلوگیری از اقامه نماز در مساجد کشمیر نشان دهنده بی احترامی حکومت هند به احساسات جامعه اکثریت است. وی در این باره گفت جلوگیری از حضور مردم برای اقامه نماز و عبادت در مساجد و زیارتگاه های کشمیر به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشان دهنده بی احترامی حکومت هند به احساسات جامعه اکثریت است به ویژه در زمانی که پارک ها و فضاهای عمومی باز هستند چندی پیش هم مشعل حسین رئیس سازمان صلح و فرهنگ پاکستان اعلام کرد هند در حال تخریب 500 مسجد در کشمیر است و نسبت به این مسئله هشدار داد. مساجدی که قرار است تخریب شوند قبلا مشخص شده و برنامه هایی برای ساخت معابد در زمین این مساجد در جامو و کشمیر وجود دارد. در همین حال رئیس کمیته پارلمانی پاکستان در امور کشمیر از سازمان ملل خواست تا کمیته حقیقتیابی برای تحقیق درباره خشونت علیه مسلمانان و نجات مساجد کشمیر راهاندازی کنند